سلام دوستان وقتتون به خیر باشه خبر شوکه کننده ای روز گذشته در رسانه منتشر شد خبری که همچنان دارن کاربرها به واکنش نشون میدن و چهره سیاسی فعالا رسانه ای هم همچنان پیگیر این خبر هستن ماجرا اشاره داره به اعدامه... اعدام اعدام نه سربریدن یک نفر در عربستان سعودی در یک روز یعنی روز گذشته ای که بر دنیا گذشت در یک روز در عربستان سعودی 81 نفر رو سر بریدن مثلا اخبار اوکراین دنبال می‌کنی آقا چه خبر طرف اینه که سلامتی امروز مثلا 10 نفر از اوکراینی ها جان خودشون از دست میگه 10 نفر 10 خیلی ده نفر خیلی آره مثلا روس هم همین تعداد کشته شدن 20 نفر تو یه روز مثلا تو یه جنگ چه خبره بعد عربستان میشه 81 نفر اعدام شدن 81 نفر سر بریده شدن خبر انقدر حیرت آور بوده حالا یه نکته جالبی که وجود داره اینو بگم یه تعدادش یمنی بودن مثلا حدود حالا دقیق حضور ندارم ولی نزدیک ده نفرشون یمنی بودن بعد یمن الان اعتراضش اینه میگه تو هفت از ببخشید هفت نفرشون یمنی بودن و اعتراض یمنی ها اینه که تو الان اومدی هفت از شهروندای من رو کشتی بهشون هم اتهام تر... تروریست بودن زدی و اصلا خود من در جریان نیستم با خود منم هم با هماهنگ می‌کردی برای شهروند من داری اقدام می‌کنی من باید بدونم چه خبره اون نکته جالبی که وجود داره این هست که بدون ذره نگرانی از سازمان های بین المللی بدون ذره نگرانی از اینکه کسی ممکن هست با اونها برخورد بکنه این حرکت رو انجام دادن 81 نفر رو سر بریدن و جالبه گفتن اتهام اینها تروریسم بوده اینها تروری... تروریست هستن و عربستان سعودی عربستان سعودی که خودش متولد کننده ای تروریست هاست عربستان سعودی که همین الانی که من شما صحبت میکنیم آغازگر یک جنگ وحشتناک در دنیای امروز ما بوده جنگی که چند صد هزار کشته داشته جنگی که یک ضربه ویرانگر به ملت یمن زده این داره مشخص میکنه که تروریست هست چه کسی تروریست نیست عربستانی که منتقدش رو قطع قطع کرده اون داره اعلام میکنه که اینا تروریست بودن من به این جوان تروریستن و اینکه این اقدام رو انجام دادم حرکت انقدر حیرت آور بوده که ایرانی ها نشست خودشون در بغداد رو با سعودی لغو کردن خب نشسته بغداد از جهات مختلفی برای ما مهم بود ویژه ترین علتش این هست که ما دوست داریم همسایه ما همسایه غربی ما که خیلی آمریکایی ها تلاش کردن بهش ضربه بزنن بتونه بالاخره به یک نقطه برسه که یک نقش موثر در فضای منطقه در حوزه سیاسی ایفا بکنه این از همه چیز برای ما مهمتره در مسئله مذاکراتی که بغداد میزبانش میشه ایران با این وجود این نشست رو لغو کرده البته بگم سعودی خیلی پیگیر این نشست بود سعودی ها اعلام کردن که ما 5 تا نشست با ایران داشتیم ناموفق بوده ولی برای اون مهمی که دوباره گفتگو بکنیم یه جلسه بذارید که ما توی بغداد شما رو ببینیم ایران رو لغو کرده به خاطر جنایتی که روز گذشته صورت گرفته یه خبر در رسانه منتشر شد به همراه یک عکس من چون نتونستم خبر رو از رسانه رسمی تاییدش رو بگیرم منتشر نکردم عکس رو اشاره داشت به که در بین 81 نفری که جانشان را از دست دادن و توسط حاکمیت سعودی در روز گذشته اعدام شده اند یکی از اینها یک کودک نوجوان 13 ساله بوده اون چیزی که برای من خیلی جالبه اینه الان چیزی حدود 24 ساعت داره از این خبر میگذره دیگه چند تا سلبریتی میتونیم نام ببریم که اینها واکنش داده باشن اصلا داریم در سلبریتی اون کسی هست که فریاد زده باشه چند تا سازمان بین المللی میتونید اسم ببرید که این سازمان های بین المللی با خودشون گفته باشین که آقا ما نسبت به این قضیه عصبانی هستیم نسبت این قضیه نگرانیم و احساس میکنیم که باید واکنششون بدیم تیتر چند تا از رسانه های دنیا ماجره دیروز بوده اشاره کردم اینکه چون میدونید که این در طول تاریخ عربستان هم بی سابقه است یعنی بیشترین اعدام در یک روز که سعودی داشته 46 نفر بوده مربوط به سال 2016 81 نفر در روز گذشته در نخوش خیلی ها کرده ولی شما هیچ واکنشی از رسانه ها هم نمیبینید درسته؟ یعنی ما این, این ماجرا رو در تیتر یک رسانه ها نمیبینیم سوال ولی چند تا از تیم های رسانه ایشون در دنیا در مسابقات ولی محروم شدند؟ این هم چیزی نمیشنویم جایی نمیبینیم که به این قضیه اشاره کرده باشن از سیمای ورزشیشون بگذریم چند تا شرکت میشناسید که مثلا خدمات و دهنده باشن یا اونجا در حال فعالیت باشن نمیدونم از مکنال بگیر تا بریم برسیم به بقیه که الان تحریم کرده باشن بگن چون 81 که آدم کشی ما اینو به خودمون تحریمت میکنیم داریم اصلا کسی جایی شنیده فکر میکنم هیچ کجا به این ماجرا و, و به این چیزی که خدمت شما عرض کردم اشاره نشده انگار که مثلا دنیای ما رو انگار که نبض رسانه های ما رو انسان ها رو سلبریتی ها رو یک نفری داره کنترل میکنه اگر انسان ها به این حقیقت برسن بازی تمومه اونهایی که این بازی رو به راه انداختن بساتشون جمع میشه انسان ها سخته که بتونن به این واقعیت برسن یک نفر داره شما رو مدیریت میکنه سلبریتی شما رو مدیریت میکنه رسانه شما رو مدیریت میکنه انسان های شما رو مجامع بین المللی شما رو ببین ما دیگه الان از نقطه گذشتیم که شما به من نگاه بکنید بگید این یک متوهم نشسته داره حرفا رو میزنه شش ماه پیش اگر من این حرفا رو میزدم و متهم میشدم به توهم شاید منطقی بود میگفتم بنده خدا حق دارن نمیدونن یا یعنی اینکه اصلا نمیدونن واژه درست نیست شاید مثلا نگاه شما نگاه من متفاوته ولی الان که همه داریم ماجرای اوکراین رو می‌بینیم می دنیایی رو می‌بینیم می که نسبت به اوکراین فریاد میزنه نسبت به یمن سکوت میکنه این رو دیگه باید بدیهی بدونیم بدیهی بدونیم که دنیا داره مدیریت میشه ایران و غیر ایران هم نداره هر کسی که متاثر از رسانه های غربی و فضای رسانه ای که غرب بر ذهنش حاکم کرده داره زندگی میکنه او داره مدیریت میشه سندش آقا همین جماعتی که الان همه ساکتن دنیا همه ساکت اصلا کسی اعتراض نمیکنه کسی خبری نداره شما اگر یک جنایتکار واقعی رو یک جنایتکاری که در قتل یک پلیس نقش اون هم به شکل ناجوان مردانه ترسنک و حیرت آور توی ایران بیای بخوای محاکمش بکنی سلبریتی هشتگ اعدام نکنید میزنه یکی از این تجزیه طلب ها بود اخیرا ایریاتون باشه تجزیه طلب بود دست به سلاح برده بود از سلبریتی کشور شما اومد هشتگ زد تا بریم برسیم به رسانه های آبی که همه اومدن وسط میدان بعد حتی صدا بود به یه سری عمر اعتراض میکنن در کشور میکنن که آقا مثلا چرا این اقدام انجام شده یه تروریست تجزیه طلب تو کشور من دست به سلاح برد من باش برخورد گرم چرا انجام شده بعد شما عربستان نگاه بکنید همچین چیز سر و دنیا ساکته ما با دنیای طرف هستیم که این دنیای اگر جنایت درش انجام بدی و در راستای منافع آنها باشد مشکلی نداره سکوت میکنن اصلا حرفی نمیزنن و ناراحتی و نگرانی نسبت تو ندارن در همچین دنیایی اگر میخوایم انسان ها بیدار بشن ما باید واکنش جدی به این مسائل داشته باشیم به دنیا بفهمونیم که آقا یک ماجره دیگه هم هست دوست عزیز انقدر ماجره که میبینی زیبا و فانتزی نیست یک آن روی دیگری هم دارد و من یک چیزی میخوام بگم و اون این هست که پیج اینستاگرام و صفحات کارمندان سود اینترنشنال رو نگاه میکردم فارسی زبان هایی که پولشون نونشون اون تکه استخانی که جلوشون پرتاب میشه از وطن فروشی رو به دست میاد یکیشون یه اعتراض و عربستان سعودی نکرده و التت شاید خنده‌دار باشه الان دیگه من وقتی سوالات میام اعتراض نکرد و الان ممکنه شما بگی آقا مثلا چه دل خوشی یعنی بی وطن دیگه اعتراض نکردن یعنی چی و همین شیرت آور ما با جماعت طرف هستیم که در یک همچین شرایطی در یک همچین شرایطی دارن همچی برای برای یک همچین رژیم جنایتکاری کار میکنن نکته دیگه ندارم این ماجرا خیلی بحث زیاد داره سعی یک فاز کلی رو براتون بررسی بکنم از این چیزی که اتفاق افتاده شما خیلی بیشتر از من نکته و کنایه نسبت به این خبر حیرت آور دارید اگر شما احساس که نکته هست به این ماجرا اضافه بکنید من فقط یه چیزی میخوام بگم یک دهم ده از یک دهم ده چیزهایی که سعودی داره انجام میده یک دهم ده از یک دهمش ده رو هر کس در هر کجای دنیا هر حاکمیتی انجام داده بود از زندگی ساقطش میکردند قضیه روسیه رو نگاه بکنید از اینستاگرام از حالا یوتیوب هم مثال بزنم دقیقتره از یوتیوب اومدن بسن به چالش کشیدن مردمش رو تا جاهای دیگه رفتن رو اعصاب و افکار مردم این کشور به خاطر اینکه کلافه بشن به خاطر اینکه این کلافگی بتونه این حاکمیت رو هم به چالش بکشه یک دهم ده از یک دهم ده کارهای سعودی رو هر کس در هر کجای دنیا کرده بود اینا نابودش میکردن منتها سعودی با خودشون همسوه سعودی جنایتی که میکنه در راسته منافع اونهاست منطقه ما روی آرامش نباید ببیند منطقه ما اگر ملتش بفهمند میتونن متحد بشن یا روسیه نفتش رو تحریم کردن خودشون پدرشون داره در میاد خندهدار ها تو نفت اینو تحریم کردی تو داری اذیت میشی چجوریه اگر منطقه خاور میانه ملتش میفهمیدن باید متحد بشن اگر این امکان براشون فراهم میشد اونها برای دنیا میتونستن تصمیم گیری بکنن میتونن این کارو بکنن تا زمانی که سعودی ها و امثال اینها باشن نه سعودی هست جلوی این کار رو میگیره در عوض جنایت اگر انجام بده آنها سکوت میکنن اگر موفق باشی چند تا پیام با هم دیگه بخونیم یکی از دوستان نوشته که تلگر راجب انتقام از اسرائیل بابت اون رو تا سلحشور شهید اون بیشتر تاکید کن و پیگیر باش شاید بالاخره یکی از برنامهاتون به گوش عواملش برسه ما انتقام میخوایم چند روز شب و روز نداریم بسیار ممنونم از فهم شما حقیقتش اون موقعی که این بس رسن شد من میخواستم که ایران انتقام قاطع خواهد گرفت ولی مطمئن بودم مطمئن بودم اگر این رو در کامنت ها بگم شما میگید که برو با بابا تو هم همش میای این حرفا میزنی گفتم که خب فعلا سب بکنیم بریم جلوتر تا اینکه این اتفاق بیفته ببینیم خبرش با شما در میون بذاریم که حستون بهتر باشه خدا رو که الان که ایران با شما صحبت میکنم و این جنس از پیام ها رو میخونم ایران یک ضربه هلاک کننده به در اقلیم کردستان عراق زده یکی از مهمترین پایگاه های اونها منحدم شده و خیلی از این پیامو داشتم اصلا چند روز از این پیام این شکلی که رفقا کلافه بودن به شدت کلافه بودن زیاد داشتم امیدوارم که آنچه که رخ داد مرهمی باشد بر غم سنگینی که دل خانواده شهدا رو الان درگیر کرده پیام بعدی رو ببینیم رفیقی گفتن که نوشته سلام داداش گلم من و مادرم هر دو به کرونا مبتلا شدیم با اینکه حال خودم داغونه اما نگران مادرم هستم چون چندی بیماری زمینه‌ای داره از شما و سایر دوستان درخواست دارم برای مادرم دعا کنید سلام خیلی مخلصم الهی که عمرشون طولانی و باعزت باشه سربلند و سلامت باشن سایهشون همیشه روی سر شما باشه این بحث کرونا رو الان چند وقت همه درگیر شدن یکی از رفقای ما هم مبتلا شدن هم خودشون هم خانواده هاشون حالا توی خانواده های اونها هم یکی دو نفر بیماری زمینه داشتن استراحت خیلی کمک میکنه در کنار استراحت حتما سعی بکنید اون تجویزهای قابل اعتمادی که شنیده ایم نه اینکه حالا چیزهایی که این ورانور بر میگن نه تجویز های قابل اعتنایی که شنیده ایم رو حتما پیگیر باشین تا بیاری خدا زودتر به پیام بگید که آقا حالا اون خوبه و انرژیمون صده صده بسیار ممنون از سایمتون دوست دیگری گفتن که جناب تحلیلگر از زمین چندمین پیام من هست مثل این که قصد کردی و کنم شوخی کردم ولی از اینکه چندین برنامه هایی در جهت افزایش آگاهی عمومی جامعه تلاش میکنید کمال تشکر بسیار ممنونم بسیار ممنون از پیام ارزشمند شما الهی که سربلند باشید و دلتون شاد باشه یکی از رفقای مشی ما که طلبه هستن گفته من توی رانندگی زمانی که دارم ایشون راند تاکسیه گفته زمانی که به سل خودم دارم رانندگی میکنم برای مسافرین خودم شبنامه رو میذارم پخش میشه و خیلی ممنونم یه رفیق دیگه هم گفته بود که من رفتم توی آرایشگاه بعد دیدم اونجا شبنامه رو پخش کردن ویدیو آقا دمت گرم نمیدونم کدوم آرشگاه بوده که این حرکت مشتی رو زده من شنیدم خیلی خوشحال شدم ایشالله که دلتون شاد بشه اعتماد به نفس میده این خبرهایی که من میدین و این پیام که برای من میفرستین خیلی به من اعتماد به نفس میده و کمک می‌کنه که ما با قوت بیشتر کار خودمون رو پیش بریم من نکته دیگه ندارم اگر شما احساس نکته ای هست حتما 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 برای ما بفرسین خیلی مخلصیم وقتتون بخیر